خب برای شروع دوره اجور ادمنستریتور ماژول اول بحث آیدنتیتی هست. وقتی بحث آیدنتیتی مطرح همشه در واقع دو تا مبحث مهم آتنتیکیشن و آتوریزیشن هست که مطرح میشه. آتنتیکیشن آتوریزیشن هم بحث های مربوط به احراز هویت و تعیین سطوح دسترسیه. توی مدل های سنتی ما از ویندوز سرور اکتیو دایرکتوری استفاده میکردیم که میومد با پروتکل کربروس آتنتیکیشن رو انجام میداد و اون موارد رو برای ما حل میکرد. توی بحث کلاود آژور اکتیو دایرکتوری هست که این کار رو برای ما میکنه. یکی از و از طریق اون آتنتیکیشن و آتوریزیشن رو تو سطوح اپلیکیشن ها و یوزر هامون تو سطح کلاود انجام میده. حالا یکی از تفاوت های مهمی که تو کلاود و آن پرمیس یا به عبارتی روی ساختار سنتی اکتیو دایرکتوری وجود داره اینه که توی آژور اکتیو دایرکتوری ما بر مبنای پروتکل HTTP و HTTPS استفاده میکنیم. این برخلاف پروتکل LDAPیه که توی ویندوز سرور اکتیو دایرکتوری ما داشتیم. یعنی تمام این پروتکل هایی که اینجا میبینید داره بهش اشاره میشه، اگه بخوام مقایسهش کنم با کربروس که این ور داره کار انجام میده، اینه که اینا تحت قالب HTTP و HTTPS دارن فعالیت میکنن. نکته بعدی اینه که ما توی ویندوز سرور اکتیو دایرکتوری ساختارهای هرمی داشتیم. یعنی به عبارتی میتونم بهتون بگم که ما با ارگانیزیشن یونیت ها و OU ها و گروپ پالیسی ها میومدیم چیکار میکردیم؟ ساختارهای هرمی تعیین میکردیم و تو اون ساختارها آبجکت ها و ریسورس هامون قرار میگرفت. ولی توی ساختار اجور اکتیو دایرکتوری ما یه ساختار فلت داریم. تمام استرکچر ما تحت یک ساختار تخت و همسط ازش اسپورده میشه. حالا همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردم، این که تو بحث‌های آژور هر سرویسی که شما تهیه میکنین سطوح مختلفی داره و بر مبنای اون سطوحی که انتخاب میکنید هزینه هاشو پرداخت میکنید و در قبالش اون فیچرها یا قابلیتایی که میخواین رو به دست بیارین. اگه همین یه مقایسه خیلی ساده انجام بدید میبینید که یک سری فیچرها اینجا وجود داره. حالا من دقیقاً نمیخوام برم دقیقاً رو هر کدوم از اینا دونه دونه بخوام صحبت بکنم، ولی یک سری فیچرهایی وجود داره و ما یک سری سطوح و ادیشن هایی برای اجور اکتیو دایرکتوری داریم که شما تهیه میکنید. نسخه فری به عنوان مثال تا 500,000 آبجکت توش قرار میگیره و تا 10 تا اپلیکیشن رو میتونه سینگل ساین آن داشته باشه. ولی همونطور که میبینید هر چقدر جلو تعمیریم تیرهای مختلف، رده‌های مختلف مثل آفیس 365 اپس پریمیوم P1 و پریمیوم P2، هر چی فیچر بیشتری میخوایم تیر ما داره بالاتر میره. خب بریم به صورت عملی من اینا رو بهتون بیشتر نشون بدم. توی این قسمت، تو قسمت سرچ بار پورتال اجور که با اکانت خودم لاگین هستم سرچ میکنیم برای اجور اکتیو دایرکتوری. خب تو بخش اجور اکتیو دایرکتوری الان هستم. تو قسمت منیج، تو قسمت یوزر میتونم برم ببینم یوزر خودم اینجا هست. توی قسمت یوزر ستینگ سری چیزها رو با هم ببینیم. یوزر ها میتونن اپلیکیشن رجیستر کنن بله یا نه، اکسس ریستریکت داشته باشن به ادمنستریشن پورتال، میتونن با اکانت های دیگه شون مثل لینکدینشون رو وصل بکنن و کارهای دیگه اینجا هست که هر کدوم از اینا هم که روش وای میستیم توضیحات بیشترش رو به همون میده. ولی خب هدف این چیزی که میخوام بهتون بیشترشون بدم تو قسمت برمیگردم به all users تو این قسمت هست. پس من الان با این یوزر لاگین هستم. بیایم یه یوزر جدید بسازیم اینجا. خب برای یوزر جدید اول نگاه کنید اینجا رو، اسمو ببینید اینجا علی شریعتی آتلوک، دقیقا مال اکانت خود منه. خب اینا همش قابل تغییرم داره، یعنی شما میتونید کلا دومین، اگر این الان یه اکانت تمرینی که داریم با هم کار میکنیم میتونیم دقیقا به دومین شرکت وصلش بکنیم و اینا کاملا معنادار باشن، ولی در حال حاضر این چیزی که برای من مشخص کرده. خب یوزری که میخوایم بسازیم رو اسمش میذارم
این مدل اسم گذاری رو یاد بگیرین، چون میخوام با همین منوال بریم جلو دیگه. ما ماژول های مخت نزدیک 10 11 تا ماژول میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. دوره AZ 104 ماژول 1A یعنی تسک اولی که داریم انجام میدیم، اکتیو دایرکتوری آژور اکتیو دایرکتوری یوزر 1 رو دارم میسازم. نیمش رو یه سعی میکنم یه ساختار اسم گذاری منسجم داشته باشیم تا پایان دوره با هم دیگه اینا رو بررسی کنیم. First name و last name الان لازم است بذارم auto generate password باشه، من خودم انتخاب کنم یه پسوردی رو براش در نظر میگیرم. الان هیچ رولی بهش اساین نمیخوام بکنم، فعلا باشه همینجا. بلاک ساینین نباشه بتونه ساینین کنه. یوزر لوکیشنش رو میذارم United State. جاب تایتلش مثلا کلاود ادمنستریتور هست و دیپارتمانش هم مثلا IT هست. خب دقت کنید رولی بهش اساین نشده، من اینو کرییت میکنم یوزر رو. خب الان یه یوزر جدید ما اینجا، دقت کنید فقط هیچ رولی بهش اساین نشده. من این اسم کاملش رو از اینجا کپی میکنم که بعداً برای اینکه بخوام لاگین کنیم باهاش بهش احتیاج پیدا میکنم. یه سری بزنیم به آبجکت ها و اون چیزایی که قابل تنظیم هست داخلش. میبینید من میتونم از اینجا ادیتش کنم و هر چیزی رو که میخوام از این قسمت تغییر بدم. تو قسمت اساین رول نگاه بکنیم، خب هیچ رولی الان به این اساین نشده. من میتونم اد اساینمنت رو از اینجا بزنم و مثلا بیایم نگاه کنیم یوزر. یه توضیح کوچولو بدم، این خب ما میتونیم اینا به صورت کاستم میتونه تعریف بشه. خود مایکروسافت اجور اومده چیکار کرده، یک سری رول ها رو برای شما تعیین کرده، مثلا کامپلاینس ادمنستریتور، کلاود دیوایس ادمنستریتور، چیزایی که دقیقاً شما بر اساس اون دیگه لازم است خودتون بیاین تکی تکی بخواید اینا رو کانفیگ بکنید. مثلا الان من چیزی که میخوام اساین کنم یوزر ادمنستریتور هست رو اد کنم. خب من الان به این یوزر، ببینید این حالت های بلید بهش میگم. ببینید وقتی که وارد هر کدوم از اینا میشین، من الان نکن اینجا رو میام عقب، قشنگ تمام مسیر رو داره بهم نشون میده. یعنی من الان میتونم بگم که از اون قسمت دیفالت اومدم تو قسمت all users، بعد این یوزر ها رو دیدم، میام جلو روی این یوزر کلیک کردم، الان اومدم اینجا دارم بهش رول اساین میکنم. تو خود این بار این بالا هم دقیقا بهتون داره میگه که کجا هستی. خب به هر حال برگردم دوباره به بحث خودمون. الان من یوزر ادمنستریتور رو بهش اضافه کردم، میگه چی؟ Can manage all aspects of user and groups including resetting passwords for limited admins. یعنی اینکه یک سری کارهای مربوط به مدیریت کاربرها رو این رول میتونه انجام بده، بیشتر از این کار دیگه ای نمیتونه بکنه. حالا میتونیم امتحانش کنیم ببینیم دقیقا یعنی چی. کاری که میکنم، من ساین اوت میکنم. خب یوزرش رو که از کپی کردم اینجا میذارم، پسورد رو بذاریم قبل از اینکه این کار رو بکنم یوزر رو یه جا کپی کنم که اگه احتیاج بهش پیدا کردم باز بتونیم برگردیم سراغش، از تو کلیپ بورد پاک نشه. من پسورد رو میزنم، خب من هر دو ساین این زده، بذارین این رو ساین اوت و فورگت بکنم، با این بریم یک بار دیگه پسورد رو میخواد. نمیدونم چه این همه بازی در آورد تا بخواد وارد بشه. به هر حال الان تور احتیاج ندارم. خب وارد شدیم، به هر حال با کلی
دردسر اکانت خودم هم همینه، اگه من اینو الان لاگ اوت کنم میخوام اکانت خودم وارد بشم بحث امنیتشه دیگه. الان چندین بار برام یه بار سکیوریتی کوشن نشون میده، یه بار برام کد میفرسته به موبایلم، تکست میکنه، حالا اونش مهمه. به هر حال ما الان با یوزری که ساختیم وارد شدیم. خب چیزی که میخوام بهتون نشون بدم اینه که اول برم توی ریسورس منیجر، میخوام ببینم ریسورس گروپ ها رو ببینیم. خب من هیچی اینجا ندارم، یعنی هیچ چیزی الان به من اساین نیست. نمیدونم یه کاری بکنیم، میخوام ببینم مثلا میتونم یه سری کار رو با این یوزر انجام بدم یا نه. من میخوام برم مثلا ویرچوال ماشین بسازم به عنوان مثال، مثلا این اجازه رو به من نمیده. تنها چیزی که الان من میتونم انجام بدم میزنم اجور اکتیو دیرکتوری، همین یوزر منیجمنته. چرا؟ برای اینکه من از اون رولی که به این یوزرم اساین کردم رول یوزر منیجر یوزر ادمنستریتور بوده، خاطرتون باشه. برای هم این یوزر الان میتونه توانایی رو داره که بخواد برای خودش یوزر ایجاد بکنه، بخواد پسورد ریست بکنه، خیلی این کار رو انجام بده. مثلا بیاین اصلا این یوزر ایجاد کنیم. من میرم تو قسمت یوزر، میگم یه یوزر جدید ایجاد کن، کرییت یوزر به این اسم، اسمش همین باشه، بیا بذار پسوردش خودم بذارم. مثلا این رو کاری ندارم فعلا بهش، مثلا یوزر لوکیشنش باشه United States، جاب تایتلش باشه سیستم ادمین و تو دیپارتمان آیتی هم باشه و دیدین. پس این یوزر خودش به تنهایی میتونه یوزر ایجاد بکنه، ادمین یوزره، ولی کارهای دیگه اینجا نمیتونه انجام بده. میخواستم برم مثلا ببینم ویرچوال ماشین ایجاد بکنم، این دسترسی رو نداشتم. خب حالا کاری که میکنم از این ساین اوت میکنم که با یوزر خودم وارد بشم. کد رو برام تکست کرده، مالتی فاکتور اتنتیکیشن دیگه، یعنی فقط یک مرحله نیست. خب تو تسک بعدی میخوام گروه درست بکنم و ممبرشیپ به صورت داینامیک توش داشته باشیم. نکته ای که میخوام بهتون بگم اینه که اگه خاطرتونه جدول بهتون نشون دادم که گفتم اکتیو دایرکتوری اکانتش تیرهای مختلف داره. مثلا داینامیک ممبرشیپ گروه یکی از اون چیزاییه که شما تو ورژن فری نمیتونین داشته باشین. برای این کار من میتونم بریم تو قسمت لایسنس ها رو آل پروداکت کلیک کنم. الان مثلا پریمیوم پی 2 اون چیزیه که من میتونم ترای کنم و استفاده بکنم و ازش برای این داینامیک ممبرشیپ استفاده کنم. انتخابش میکنم، ترای و بایو میزنم، به هم میگه که میخوای اکتیویتش کنی. من یه بار این رو اکتیویت کردم قبلا، برای همین دوباره اجازه نمیده من این رو اکتیویت بکنم. خب پس احتمالاً من اگه این زمانش نگذاشته میتونم ازش استفاده بکنم همچنان. الان میریم جلوتر معلوم میشه. خب بیام تو قسم، برگردیم تو قسمت دایرکتوری، میام تو قسمت گروه. تو قسمت گروه میخوام یک
گروه جدید ایجاد بکنم، سکیوریتی گروپ باشه، اسمشو میذارم IT Cloud Admins. دیسکریپشنش هر چی میتونه باشه، مثلا رایکا IT Cloud Admins. مثلا ممبرشیپ تایپش میتونه assigned باشه، میتونه dynamic user یا dynamic device باشه. من این رو به عنوان dynamic user میذارم، ببینم لایسنس هم جواب میده یا نمیده. add dynamic query میکنم. حالا تو قسمت رولش، قسمت configure rule، operatorش رو میتونم equal، پراپرتیش باشه جاب تایتل. اینه که جاب تایتل مساوی شد با یه ولیو براش در نظر بگیریم. کلاود ادمینستریتور، این رو سیو میکنم، این رو هم کرییت میکنم. حالا برگشتیم دوباره قسمت گروه، all groups، دوباره میزنم new group، باز هم security group. group نیمش رو این بار میذارم سیستم ادمینستریتور ها، مثلا رایکا IT ادمینستریتور، و این هم dynamic user مجدد add dynamic query میکنم. تو قسمت configure rule بهش میگم که اگه job title user من مساوی شد با سیستم admin، این rule رو چک میکنه، میذارتش تو گروه IT سیستم admin. رو هم کرییت میکنم. دو تا گروه درست کردیم که ممبرشیپ تایپش داینامیک بر اساس جاب تایتل. گروه جدید اد میکنم سکیوریتی باشه و به عنوان مثال نمیذارم، نیمش رو IT Lab Administrator ها، و مجدد دیسکریپشنش رو میتونم بذارم. دیسکریپشن فیلد اجباری نیست، میتونیم ازش بگذاریم. حالا دیگه بقیه رو دارم تمیز درست میکنم، گفتم اینم بذاریم. dynamic user، بیان اصلا این رو assigned بذاریم، این رو assigned میذارم. no member selected رو کلیک میکنم از اینجا، تو memberش میتونم گروه رو add بکنم. یعنی این که من میتونم حتی بیام بگم گروه که ساختیم چی بود، این دوتا گروهی که ساختیم، میگم IT Cloud Administrator ها و IT System Administrator ها. پس این گروه در واقع شامل دوتا زیرگروه دیگه میشه. دوتا ممبر اد کردم. خب یه بار توضیح بدم چیکار کردم که قاطی نکنید. IT Cloud Administrator و IT System Administrator دو تا گروه هست که به صورت داینامیک بر اساس جاب تایتل کاربر نگاه میکنه و اونا رو به گروه اد میکنه. یه گروه سرشاخه درست کردم IT Lab Administrator و این دوتا رو به عنوان ممبر و زیر گروه توش قرار دادم. حالا اگه بیام مثلا داخل این گروه IT Cloud Administrator ها نگاه بکنم، میبینی یک دونه ممبر داره. میرم تو قسمت ممبر، این یوزر خود به خود توی IT Cloud Administrator ها اد شده. چرا؟ برم داخل یوزر، برای اینکه جاب تایتلش با اون رولی که ما ایجاد کردیم میخوند. برگردیم عقب، IT System Administrator رو نگاه کنیم. باز میرم تو قسمت ممبر، میبینی این گروه یوزر دو رو تو خودش داره. چرا؟ چون جاب تایتلش با رولی که ما درست میکردیم میخوند.
به عنوان تسک بعدی میخوام بیایم یه تننت جدید ایجاد کنیم، یا به عبارت یه دیرکتوری جدید. روی اجور اکتیو دیرکتوری باز کلیک میکنم. خب همونطور که میبینین اینجا دیفالت دیرکتوری من اینه که باش کار کردن، و دیدیم یوزرهای ما، یوزرهایی که ایجاد میکردیم به صورت اتوماتیک میرفتن زیر این دیرکتوری، این تننت یا دیرکتوری که من دارم باش کار میکنم. حالا میتونم بیام از اینجا create a directory رو بزنم و تو تایپش، حالا هر کدوم اینو توضیح میده، من تو همون Azure Active Directory نگرش دارم، ولی اگه بیشتر میخوایم بتونیم تو اینا کلیک کنیم و توضیحاتش رو کامل بخونیم. در حال حاضر من رو همون Active Directory، تایپش رو همون Active Directory نگه میدارم. Next Configuration رو ببندم از اینجا. Organization Name مثلا بذاریم رایکا اسمش رو، دومین نیمش، ببینید دومین نیمش میره onmicrosoft.com، پس باید گلوبال این دومین نیم یونیک باشه، نمیتونه تکراری باشه. مثلا امتحان کنیم، احتمالا رایکا دومین نیم، خب جالب رایکا رو گرفتن، رایکا.onmicrosoft.com اویلیبل نیست. cbt چطور؟ خب رایکا cbt onmicrosoft.com available. خب این رو انتخاب میکنیم، تو همون یونایتد استیت هم نگرش میداریم و next review validate، validationش پس شد، یعنی میتونم این رو ثبت کنم. create رو میزنم. هر سری که داریم این کاری میکنیم دقت کنیم بالا توی نوتیفیکیشن بار داره اولا به اون نشون میده که یه مراحلی رو داره طی میشه. به محض اینکه این قضیه تموم میشه و انجام میشه، این به همون خبرش رو میده. خیلی از قسمت ها رو من مجبورم پاز کنم، برای اینکه بعضی وقتا من حالا نه فکر نمی کنم تو این ویدیو احتیاج پیدا بکنیم، ولی تو خیلی قسمتی که مثلا میخوایم نمیدونم 10 تا ویچوال ماشین کرییت کنیم، خب زدن دکمهش همون لحظه انجام میشه، ولی ممکنه مثلا 10 دقیقه 6-7 دقیقه طول بکشه تا این نوتیفیکیشن بار ثابت بشه و بهتون اعلام کنه که انجام شد. ولی به هر حال میتونم الان هم، چون نمیدونم چقدر طول میکشه، الان هم پاز میکنم، به محض اینکه انجام شد دوباره برمیگردم. خب اینجا به اون پیغام میده که دیرکتوری ایجاد شد، بتونم روش کلیک کنم. خب میبینی که الان من دقیقا توی دیرکتوری رایکا سی‌بی‌تی آن مایکروسافت دات کام هستم، الان دیگه تو دیرکتوری قبلی نیستم. میتونم سویچ دیرکتوری کنم و بین دیرکتوری ها برگردم، مثلا رو دیفالت دیرکتوری. میبینی اینجا دیفالت دیرکتوری من علی شریعتی outlook.onmicrosoft.com هست، این دیرکتوریه که ما ایجاد کردیم. پس یه تننت جدید ما اینجا ساختیم. حالا میتونه یه دیپارتمان جدید باشه، میتونه یه شرکت دیگه باشه، هر طور که نگاه میکنه، ولی در نهایت اینها میتونن هر کدوم توی سابسکریپشن خودش باشه یا توی سابسکریپشن مشترک باشه. به هر حال الان مبحث من اون نیست، ولی دیدیم که چطور میتونیم این رو ایجاد بکنیم. حالا کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که میخوام تو بحث یوزرهای گست هم با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. واسه همین من میتونم بیام اینجا تو قسمت یوزر، دقت بکنید که الان یوزرهایی که من دارم اینجا میسازم دیگه میره تو قسمت رایکا، توی اینترنت داره انجام میشه. به هر حال میتونم بیام اینجا یه یوزر جدید ایجاد بکنم. ببینید یه یوزر جدید ایجاد میکنم، اسمش هم همون میذارم، همچنان ماجول یک هستیم، اکسرسایز یا تمرین بی یوزرمون رو ایجاد میکنیم، میگیم پسوردش رو خودمون انتخاب کنیم، پسورد رو اینجا میزنم، لوکیشنش رو آمریکا میذارم بمونه، جاب تایتلش مثلا سیستم ادمین باشه، تو دپارتمان آی
تی create رو میزنم. خب یوزرم رو ساختم. دقت بکنید الان من این یوزر رو از اینجا کپیش میکنم. حالا میتونم تو قسمت روی نگاه کن یه بار دیگه رو ببندم دوباره بزنم. این بالا رو میبینید بغل نوتیفیکیشن. نوتیفیکیشن هم چی میگه؟ میگه یوزرت درست شد. بغلش دایرکتوری و سابسکرپشنه. رو اون کلیک میکنم. این پایینش میتونم بین سابسکرپشن ها و دایرکتوری ها بالا پایین برن. الان میخوام برگردم توی دایرکتوری اصلیم. حالا کاری که میخوام بکنم بیام توی یوزر. اینجا میتونم بیام بزنم new guest user. حالا اتفاقی که میفته اسمش رو کپی میکنم. یوزرش یادم رفت حقیقتاً چی بود اگه اشتباه نکنم. رایکا سی بی تی دات آن مایکروسافت دات کام بود درسته؟ امیدوارم که این بوده باشه برای اینکه اگه اشتباه زده باشم جواب نمیدارم. تانش میکنیم دیگه. پرسونال مسیج الان کاری باش ندارم. دیپارتمان بزنم جاب تایتل براش بزنم. لوکیشن براش بزنم. جاب تایتلش مثلا بزنم لب ادمنستریتور باشه تو دپارتمان آی تی. اینوایت خب این رو الان میتونم روش کلیک بکنم. مثلا توی قسمت اساین رول میتونم بیام اد اساینمنت بزنم بگم مثلا یا نه در واقع به جای اینکه این کارو بکنم میتونم بیام تو قسمت تو یوزرم. همچنان من تو یوزرم هستم. میتونم بیام تو قسمت گروه ممبرشیپ آی تی لب ادمنستریتور رو بهش بدم. این دوتا که داینامیکه اجازه نمیده. این گروهی که ساختم میتونم بذارمش این تو. خب این یعنی چی؟ چی رو میخواستم بهتون نشون بدم؟ این یعنی این که شما میتونید مثلا حتی با دو تا سازمان مختلف، دو تا گروه مختلف، یه دپارتمانی که دارن فرانت اند دیولپرهایی که دارن کار میکنن، یه دپارتمنت دیگه دارن قسمت دیتابیس کار میکنن، میتونید یوزر رو از یه تننت دیگه، تننت ها رو جدا کن، یوزر رو از یه تننت دیگه بیارین، بهش دسترسی هایی بدین، توی گروه های عضوش بکنین، بهش دسترسی بدین، یک سری کارا رو اونا انجام بدن. پس این قابلیت های خیلی خوبیه که تو قسمت یوزر ها در اختیار ما قرار داده. اکتیو دایرکتوری، آژور اکتیو دایرکتوری. یه نکته هم که میخوام بهتون بگم اینه که تمام این کارهایی که ما میکنیم در نهایت داره برای ما هزینه ایجاد میکنه. یعنی اگه مثلا میگم من بیام توی سابسکریپشن، توی این قسمت سابسکریپشن میخوام ببینم جایی هست که بهم نشون بده کاستم رو. برای بیلینگ میگه برو به این قسمت. بذاریم برم این قسمت چی بهم check your balance. اکانتی که من دارم اکانت آموزشیه و با $100 اومده، ولی خب بر اساس یه سری کاری که میکنیم مثلا $4 ازش کم شده، $96 توش مونده. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما هر کدوم از این تستایی که انجام میدیم در نهایت یادمون باشه که برگردیم پاک کنیم. مثلا میگم من اگه توی یه تستی دارم کار میکنم بیام برای که به شما نشون بدم دوتا ویرچوال ماشین
درست بکنم باید یادم باشه وقتی تموم میشه برم اونا رو پاک کنم، وگرنه داره ماهیانه و یا حتی ساعتی به اندازه که این ویرچوال ماشین دارن ران میشن و کار میکنن داره شارژتون میکنه، داره پول از اکانتتون کم میشه. برای همین تای هر ماژول تای هر لابراتوار که با هم کار میکنیم حتما من خاطرم میمونه که برگردیم این تمیزکاری ها رو با هم دیگه انجام بدیم. خب ببینیم چی کار کردیم تو قسمت برگردیم اکتیو دایرکتوری. اکثر کاری که ما انجام دادیم توی اجور اکتیو دایرکتوری بود. تو قسمت یوزر ها غیر از یوزر اصلی خودم، این یوزرهایی که ساختیم رو از اینجا دیلیت میکنم. بعد هم بر میگردیم توی اون دایرکتوری که برای رایکا ساختیم، تو اینجا هم یوزرهایی ایجاد کردیم، این یوزر رو از اینجا پاکش میکنم. فکر نمی کنم گروه ایجاد کرده باشیم اینجا، نه. خب برمیگردیم تو خود دایرکتوری و دایرکتوری رو دیلیت میکنیم. get permission to delete azure resources اینو بذاریم چی میگه. خب این قسمت داره میگه access management for azure، این باید yes باشه که اکانت من قابلیت رو داشته باشه که بتونه دایرکتوری رو پاک کنه. جالب بود، اینم قبلا باش برخورد کرده بودم ولی خب چون یک بار فقط انجام میدین دیگه برنامه کردین یادم رفته بود. این اکانت من باید توانش رو داشته باشه، یعنی دسترسی داشته باشه که بتونه اون کار انجام بده، دایرکتوری رو پاک کنه. این رو روی yes میذارم. بعد برمیگردیم دوباره توی این قسمت، یک بار دیگه بهش میگم دیلیت کن. نه توضیحش لازم نه، ما انجامش دادیم ولی ممکنه این مقدار زمان ببره. یه بار برمیگردم عقب، دوباره برمیگردم، شاید کمکی بکنه که بتونیم اون تننت رو پاک کنیم. نانو مطمئنم بعدی که دلیل این که نمیذاشت اون بود، اگه الانم خب درست شد همون بحث یا زمان میخواست یا کش بود یا چیز دیگه، ولی این بار میتونم دایرکتوری رو پاک کنم. اوکی، نه پاک شد. میتونیم برگردیم توی دایرکتوری اصلیمون. یک سری گروه بود که فکر میکنم ساخته بودیم اینجا، اون گروه ها رو انتخاب میکنم و پاک میکنم. بسیار عالی. خب امیدوارم این ماژول به درتون خورده باشه. تو بحث آیدنتیتی تو ماژول های دیگه شما رو میبینم و بخش های دیگه از قابلیت هایی که اجور به ما میده رو با هم دیگه بررسی میکنیم.